سلام به همتون بچه ها. امروز میخوان راجع به ماجرای افکار منفی و اینی که وقتی میان سراغمون ما با چه تکنیکی میتونیم خودمون رو یه خورده آروم کنیم و مودمون رو عوض بکنیم صحبت کنیم. خب تون رابینز میگه که وقتی که یه نفر حالش بده، یه چیزی ناراحتش میکنه، مثلا مهناز الان من بهش گفتم عکس شبیه هنرپیشه است، ناراحت شد. خب وقتی که یه همچین اتفاق میفته اول چی کار میکنیم؟ اولین چیزی که توی وجودمون، توی روح و روان و فیزیکمون عوض میشه فیزیولوژیمون، یعنی بدنمون. یعنی مثلا وقتی من میخوام راجع به یه مطلب ناراحت کننده صحبت کنم چجوری صحبت میکنم؟ میگم من حالم خوب نیست، آره خیلی اتفاق بدی بود، سر پایین، شونه پایین، صدا ولومش میاد پایین، درسته؟ خب ولی مثلا وقتی میخوام بهتون بگم تولدت مبارک، چقدر حالم خوبه، یا میخوام راجع به یه چیز هیجان انگیز صحبت کنم، دست و باز فت، صدا لول صدا میره بالا، حس خوب دارم و همه اینا. تونی رابینز میگه ما یه مثلث داریم. بذارید با مثلث شروع کنم. بچه کاغذتون رو بردارین، یه مثلث روش بکشین که اسم مثلث میشه مثلث ستیت. حالا این چپکی دیده میشه ولی اب نداره. خب یه مثلث بکشین، مثلث حالتون. خب زیر اون پایین مثلث اول از همه فیزیولوژی شماست که بهش میگه فیزیولوژی، یعنی میگه فاندیشن همه یه ایموشن ها و احساسات شما فیزیولوژی شماست، این پایینه. خب حالا دو سه تا چهار تا هر چند تا احساس منفی که همین الان ممکنه تجربه، یعنی اخیراً تجربهش کردین و تو ذهنتون بیارین، مثلا نگران بودین، ترس داشتین، ببینید فیزیولوژی بدنتون چجوری بوده در اون لحظه. خیلی مهمه ها، خیلی مهمه. تو این دوربینایی که توی جاهای مختلف گذاشتن، نه دوربین مخفی ها، مثلا دوربینای حفاظتی که تو جاهای مختلف گذاشتن که نشون میدن آدم ها با وقتی را میرن، شما از حالت خمودگی طرف، از حالت خوشحال بودنش یا ناراحت بودنش، یعنی از حالت فیزیکش میفهمین که چه حسی رو داره تجربه میکنه، خیلی واضحه. خب پس اولش میگه که اولین چیز توی مثلث، اولین ضلع فیزیولوژی شماست. خب پس اون بچه هایی که تازه اومدن یه مثلث بکشید، مثلث حال یا استیتتونه، پایین میشه فیزیولوژی شما، میشه اول. خب بعدش ضلع بعدیمون میشه ضلع تمرکزمون که مساویه با احساساتمون. خب یعنی ما فوکسمون رو هر چی باشه فیلینگمون هم همینه، تمرکزمون رو هر چی باشه همون حسو داریم. اگه من الان تمرکز بکنم، اگه شما که الان دارین من نگاه می‌کنین تمرکزتون رو این گل پشت سر من باشه، احساستون احساس چی؟ احساس خوبیه، احساس بهاریه، احساس رنگه، درسته؟ ولی اگه تمرکزتون روی یه چیزی باشه که یه نفر پیروز بهتون گفت ناراحتتون کرد، احساستون چیه؟ احساس اجحافه، احساس ناراحتی، احساس سرخوردگیه. میگیرین چی میگم؟ پس ضلع دوم چیه؟ تمرکز یا احساساتتونه. و ضلع سوم چیه؟ ضلع سوم کلام یا همون مینینگ، مینینگ میشه معنا. خب ضلع سوم هست کلام یا معنا، یا که به انگلیسی میشه لنگویج یا مینینگ، که تونی رابینز میگه ایموشن ما مساویه با زندگی ماست. ما هر چی در لحظه حس میکنیم زندگی ما تعریفش همونه. اگه همش ما تو زندگی منتظریم یه اتفاقی بیفته، پس زندگی ما مساویه با انتظاره، ما در واقع زندگی نمیکنیم، ما همش منتظریم. اگه داریم به یک اتفاق بد در گذشته فکر میکنیم، پس در حال زندگی ما زندگیه که فقط داره میجویه و میکاوه در گذشته ما. میدونین چی میگم؟ حالا برگردونین اینو، سلام بابک، حالا اینو برگردونین، من میخوام بهتون یاد بدم چجوری اینا رو دونه دونه عوض کنین. اینو برگردونین به مفهومی که هر کدومتون در لحظه از زندگی برای خودتون دارید. یه جمله خیلی وقت ما میشنویم که میخوای بهت بگم که کیفیت زندگی چیه، میخوای بهت بگم الان تو زندگی در چه حالیه، از احساست میتونم بگم، از اینی که در گذشته رو چی تمرکز کردی میتونم بگم. خیلی ها کتاب راز رو
با اینی که روی یه چیز خوب تمرکز کن زندگیت خوب میشه، همه چی درست میشه، رو پول تمرکز کن پول بیاد، اشتباه کردن. راز در واقع میگه کیفیت زندگی شما با کیفیت احساسات شما تعریف میشه. یعنی هر آنچه که شما احساس میکنین، در لحظه تمرکز دارین رو هر چیزی، اونو حس میکنین و بعد زندگیتون بر اون مبنا میره جلو. حالا چیزی که من میخوام به شما بگم چیه؟ اگه من سلماز بخوام یه چیزایی رو تو زندگیم عوض کنم، اولین کاری که باید بکنم اینه که چی؟ حواسم به فیزیولوژیم باشه، به ضلع پایین مثلث باشه. میدونین چرا؟ برای اینکه بچه ها فیزیولوژی فاوندیشن هر چنجیه. اگه من الان که دارم با شما حرف میزنم و حالم خوب نیست و خیلی حس افسردگی دارم و آویزونم، شما به من نگاه کنین، میبینین که شونه هم پایینه، دوباره دارم میگم صدام لولش پایینه، انرژی هم پایینه ها؟ ولی وقتی شونه هامو میدم بالا، وقتی اولین کاری که میکنم اینه که با صدای بلند، با دست باز، حالا اینا رو تکنیک داره بهتون میدم، با شروع میکنم انرژی های خودم ببرم بالا. یکی از چیزهای خیلی قشنگی که تونی رابینز همیشه میگه، میگه من تو یکی از لایو های دیگه هم بهتون گفتم، میخواین به خودتون حال خوب بدین، یک در لحظه میخواین انرژیاتون رو ببرین بالا، بچه ها دست چپتون رو ببرین بالا 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 ببرین بالا، بیارید از جلوی صورتتون بزنین پشت در کتف شونه راستتون، ببرین بالا بزنین. این تمام این ماجرا کلی باعث میشه که خون بیاد تو بدن، حالتون خوب بشه، بعد به من بگید چقدر افسرده این، بعد به من بگین چقدر ناراحتی. یعنی تونی رابینز میگه اولین کاری که میکنین فیزیولوژی یا بودنتون در لحظه رو عوض بکنین. این اولین کاریه که میکنین. کار دوم چی بود؟ ضلع دوم مثلث ما چیه؟ تمرکزه که مساویه با احساساته. بعد ببینین رو چی تمرکز دارین در لحظه. ببینین اینی که من دارم به تو میگم اصلاً بد برداشت نکنین که چون خیلی من دارم میگم که تمرکز کنین رو چیزای مثبت، یعنی رو هیچ کدوم از مشکلاتمون نباید فکر کنین. چرا فکر بکنین؟ ولی یه موقعی هست ما زیادی داریم نوشخوار ذهنی میکنیم. یعنی چی؟ یعنی یه چیزی که نمیتونیم براش کاری بکنیم سالها و روزها روش تمرکز داریم. مثلا مثلا همین ماجرای کرونا الان دیگه کل دنیا رو گرفته، ما چی کار میتونیم براش در لحظه همین الان بکنیم؟ هر کدومون هر کار میتونیم بکنیم در لحظه، من میتونم بکنم، کردم ها. یعنی اینکه ما وقتی خرید میکنم، خریدمو استریم میکنم میارم تو خونه، نمیدونم معاشرتمو کم کردم، همه رو کردم رو تلفن و رو ویدیو، مسافرتایی که بعد میرفتم همه رو کنسل کردم. میدونی چی میگم؟ ماهیت کارمو از دیدار روبرو و از اینی که با آدما ورکشاپ های حضوری بذارم آوردم همه رو کردم آنلاین رو اینستاگرام و جای دیگه، ولی کرونا رو من تاثیر گذاشته، رو زندگی من، رو کیفیت زندگی من تاثیر گذاشته و در این شکی نیست، درسته؟ ولی اینی که هی بخوام ماسک میزنم میرم بیرون، دستامو استریم میکنم، همه اینا، حالا تازگی ها میگن دو تا بزنیم 6 تا میزنیم اشکال نداره، ولی اینی که من هی بشنم فکر کنم وای جهش یافتش مده، وای داریم میریم روی موج دیگه، وای فلان کنم، در لحظه که کار نمیتونم براش بکنم. وقتی من تمرکزمو میذارم رو چیزایی که باعث نگرانی من میشه، چه اتفاقی برام میفته؟ ناخودآگاه من حسی که دارم در لحظه حس نگرانی، حس منفی. بعد چه اتفاقی برام میفته؟ فیزیولوژیم همینجوری خراب و خرابتر میشه، حالم بده، فیزیک بدنم یه فیزیک معیوبه. برای چی؟ برای اینکه فقط دارم رو چیزای منفی تمرکز میکنم. بعد چه اتفاقی میفته؟ کلامم، وقتی من از من میپرسید حال چطوره، چی میگم؟ افتضاح، نابود، به قول پسر من نابود. میدونی؟ یعنی باز یه عالمه کلمات منفی میاد. البته درست نگفتم، باید الان برم تو مودش. افتضاح، نابود. خیلی به نظر ساده میاد، ولی یه نگاهی به خودتون و اطرافیانتون بکنین و ببینین چندین نفر در اطرافیان تو به صورت روزمره دارن این الگو رو زندگی میکنن. حالا من میخوام بهتون آروم آروم یاد بدم که چجوری اینو عوضش بکنین. اولین کاری که باید بکنین احسان اینه که فیزیولوژیتون رو عوض کنین. اگر آدمهایی هستید که قوز دارین زیاد، رفتی به قد نداره، من آدم قد بلندی،
اگر آدم هایی هستید که بالای شکمتون وقتی بلوزتون رو میزنید بالا یه خط بزرگ رو شکم افتاده، چه شکم بزرگ چه شکم کوچیک فرق نمیکنه، اون خط نشون دهنده اینه که شما تمام بدنتون رو، همه وزن بدنتون رو از روشونه ها دارین میارین پایین و خودتون رو خموده کردین. اون نشون میده، من مثل یه دونه کفبین به شما میگم، اون نشون میده شما تمام تمرکز خودتون رو گذاشین رو چیزای منفی. چون آدم مثبت آدم خموده نیست، آدم مثبت صاف میشینه، آدم مثبت نمیذاره که هیچ کدوم از اینا روی فیزیولوژیش در درجه اول، روی تمرکزش و روی احساساتش تأثیر بذاره. با منفی ها چی کار کنین؟ ببین توی لایو قبلی دوتا کار چیز خیلی خوب، تکنیک خیلی خوب داشتیم. یک حباب، یه حباب دارین که هر وقت که منفی ها شروع میکنن به حرف زدن و گفتن و اینا، تو نمیذارین از اون حباب بیاد جلو اون چیزای منفی. یه نفر گفتش که مثل یه هولاهوب میتونی، مثل هولاهوب تصور کنی که دورتون یه هولاهوبه، نمیذارید آدم ها بیان جلو. و از همه مهمتر، پنج نفر اولی که جز خانواده درجه یکتون باشون معاشرت میکنین و توی اون آدم های منفی هن، اونا رو معاشرینتون رو تا جای ممکن خلاصه و کم کنه، محدود کنین. اخبار گوش ندید، اینو 100 میلیارد مرتبه دارم بهتون میگم بچه ها، خبر منفی که شما لازمه بدونین دنبالتون میکنه، یه جوری به گوشتون میرسه. من امروز دنبال نکردم که قراره فردا برف بیاد، دوستم که میره خریدای یخچال ما رو میکنه چون پای من اینجوری شکسته، اون به من زنگ زد امروز مسیج داد که سوماز من فردا شب خرید نمیکنم، امشب خرید میکنم چون فردا قراره برف بیاد. حالا من اگر که بخوام که بدم هر روز برم و هوا رو چک کنم، چه فایده به حال من داره؟ هر روز بخوام برم تعداد کشته های خدا بیا مرزای کرونا رو چک کنم، چه حالی به حال، چه تأثیری به حال من داره؟ خب واقعا باید همین کارو بکنی زهرا جان. من میدونم این برای شماها خیلی چیزه، من اولا فکر میکردم خیلی چیز واضحیه، برای اینکه خودم سالهاست دارم انجامش میدم، ولی حالا متوجه شدم نه، این کاملا باید تکرار بشه و تکرار بشه و تکرار بشه، یه باید راجبش صحبت کنیم. تمام کانالای خبری رو قطع کنین، چیزی که لازمه بدونین میدونین، نگران نباشین. و اینم باعث میشه شما تو جامعه آدمای بیرگی باشین، به جامعه کمک نکنین. شما اگر آدم مفیدی باشین، شما اگر آدم مثبتی باشین، شما اگر آدمی باشین که انرژی مثبت به دنیای بیرونتون بدین، بیشترین کمک رو به اجتماع اطرافتون میکنین. اصلا شک کنین باختی، بیشترین تأثیر رو میذارین، به خصوص تو روزهای فعلی. فردا من تو سلسله لایف های افراد موفق یک چیز دارم، سلسله استوری یه خانومی رو دارم، حتما بهتون توصیه میکنم فردا صبح تورنتو که میشه بعد از ظهر تهران استوریامو چک کنیم، ببینین که یه نفر میتونه با تاثیرش دنیایی رو عوض کنه. تا که قیمت طلا دلار چک میکنن دائم، یه کاری که با خودشون دارن کانستنتلی میکنن به طور دائم اینه که دائم خودشون در معرض بمباران یک سری اخباری قرار میدن که بچه براش هیچ کاری نمیشه کرد. ما برای اقتصاد، برای سیاست، برای هر کدومشون یه سری کار خاصی میتونیم بکنیم، بیشتر از اون نمیتونیم کار بکنیم. برای سیاست میتونیم بریم رای بدیم، ولی دیگه نمیتونیم از صبح تا شب تغییر ایجاد کنیم، نمیشه انجام داد، اینو باید بپذیریم. ولی اگه آدمهای سلامتی باشیم و تو خانواده‌ام آدمهای اطرافمون رو سالم نگه داریم، انرژی منفی بهشون ندیم، بذاریم از نظر روانی آدمهای سالم تری باشن، ما میتونیم اونجا یه تغییر درست رو توی اجتماع اطرافمون ایجاد بکنیم. یعنی چی؟ یعنی توی قسمت تمرکزمون که رو احساساتمون برمیگرده، تمرکزتون رو در لحظه بچه رو ترک کنین. من الان باید ببرم بالا تو آفیسم بهتون نشون بدم، من یه دونه جدول ترک دارم که هر لحظه که نه هر لحظه تو روز نگاه میکنم ببینم که آقا من به روزم ریت میدم، بعد نگاه میکنم ببینم که ریت من مثلا اگه بهش میدم 8 چجوری میشد 9. ریت هم مال اینه که حالم چطور بوده، چقدر پویا بودم، چقدر آدم مفیدی بودم. و بعد نگاه میکنم ببینم که اون جاهایی که نتونستم باشم یه رقم رو چطوری میتونم ببرم بالا. بیشتر مواقع با تمرکزی که اشتباه کردم، یعنی درست تمرکزم رو کانالیزه نکردم. وقتی تمرکزمو کانالیزه نکردم به فیزیکم فشار اومده. چرا؟ چون ما اولین سردرد برای چی ما میگیریم؟ دل درد، معده دردای وحشتناک برای چی داریم میگیریم؟ تمام این دردایی که همش دکترام یه استرس آزمایش داده، هیچ چیز نیست، هورمونات همه چی برای استرس، همش مال همونه دیگه. و بعد میریم به قسمت کلام یا معنا، کلامی که از دهان من سلماز در میاد بیرون همش کلام منفیه.
من خودم برای فیزیولوژی بیام بهتون بگم من چیکار میکنم، بعد الان میام سوالاتونم نگاه میکنم. من برای فیزیولوژی خودم یک موزیک، اینو بارها گفتم، دائما وقتی که دارم میبینم که یه ذره مودم میاد پایین، من دو سه تا سلکشن آماده دارم. اینجوری نیست که بگم وای حالم خوش نیست بگردم ببینم چی گوش کنم، نه، چون وقتی من حال شما خوش نیست، بدترین موقع است که بگردیم ببینیم بعد بر خودتون چیکار کنین. شما باید مثل نسخه است، وقتی سردرد دارین میدونین که مسکن اینجاست، برمیدارین میخورین، ها، نمیدونم خوابتون میاد میدونین قهوه اینجاست، مثلا میگم، و برمیدارین مینوشین. اینم همینه، برای موقعی که حال ما خوب نیست ما بعد از قبل رسپی رمدی رو داشته باشیم که مثلا موزیک فلان گوش بدم. اینی که من دائم تو خونه گل میذارم، برای اینکه گل حال منو خوب میکنه، رنگ میده بهم، لباس رنگی حال منو خوب میکنه، حال آدمایی که منو نگاه میکنن خوب میکنه مسلما. رنگ جزء چیزهاییه که باعث میشه ناخودآگاه ما فیزیولوژیمون بوست آپ بشه بیاد بالا. دیگه عرض به حضور شما بهتون بگم، چند نفر از دور و بریام هستن که وقتی باشون حرف میزنم فقط خنده است و خودم هم میدونم دارم به اونا انرژی خوب میدم، هر چند وقت با اونا صحبت میکنم. دوم اینه که روی خودم به عنوان یک انسان تمرکز نمیکنم. بچه ها، یکی از بزرگترین آفتهای ما اینه که وقتی یه غمی داریم به هر دلیلی و نمیتونیم براش کاری بکنیم، من قبل از دست دادن عزیز نمیگم، مثلا امتحان سخته، تو خونه موندن سخته، دیپرس شدم، نمیدونم پام درد میکنه، پای جوش نمیخوره، چیز اینجوری، میریم که با نفر بعدی هم با یکی همش زنگ بزنیم صحبت کنیم، فقط ناله است، ای وای آره پام اینجوریه، به جای اینکه چی، به جای اینکه بگیم که آقا تو چطوری، چه خبر. اصلا تا حالا شده آخرین باری که بچه پشت تلفن از یکی از دوستاتون پرسیدین یه اتفاق خوب که برات افتاده چی بوده به من بگو، آخرین باری که یه همچه اتفاق براتون افتاده کی بوده؟ میدونین، یعنی به جای اینکه رو خودمون تمرکز کنیم، رو شخص مورد نظر تمرکز کنیم و به جای اینکه فقط دنبال ناله و گلایه و شکایت و منفی گفتن باشیم، یه چیز مثبت بهش بگیم، راجع به چیز خوب صحبت کنیم که حال اون طرفم خوب کنیم. ما اینو دیگه به دنیای اطرافمون بدهکاریم نیستیم. پس دوباره اگه بخوایم مثلث رو دوره بکنیم، مثلث برمیگرده به فیزیولوژیمون، بعد از فیزیولوژی برمیگرده به تمرکزمون که رو احساساتمون رو چی متمرکزه، و بعدم برمیگرده به کلاممون کجاست و پشت سرمون کلام چه معنایی توی اون کلام ما داریم میاریم، ما چجوری داریم بهش نگاه میکنیم. خب حالا من میخوام یه نگاهی به سوالاتتون بپرسم، حالا سوالاتتون رو بپرسین، چون اینو الان با سوال تمرین باید بریم. با احساس قابلگی از دپرشن ضعیف پس چه کنیم؟ ورزش، رقص، موزیک بذار خانم سمیه برقص، هیچی نمیشه. من به یکی از کلاینتام گفتم یه مدت برقصه، میگفت نه من نمیتونم، مام بابام تو خونه هم صدای منو میشنون، من معذبم. گفتم بابا این ایرفوناتو بذار تو گوشت، هدفونتو بذار، بابا انقدر حالش بهتره. بچه این روزا که ما هممون هر کجای دنیا تو خونه هامون زندونی شدیم و از معاشرت هامون واموندیم و خیلی هم اتفاقاتی بین تو روابطمون افتاده به واسطه این استکاکه، هممون به خودمون مدیونیم که حواسمون به مودمون، به فیزیکمون، به مودمون و به مدلی که برای خودمون روزمون رو برنامه ریزی میکنیم واقعا باشه. برای خودتون برنامه رقص بذاریم. من تو خونه دو تا نیم ساعتو دارم، الان با یه پا میرقصم دیگه، چون مثل حاجی لک لک. دیگه بهتون بگم نرمش کنین، هر چیزای کوچیک، 5 تا دراز نشست تو روز بذارین، نه بیشتر، 3 تا ورزش کمر کنین، 3 بار خمشین جلو بیاین عقب، بعد برین تیک بزنین بگی من این یه کارو کردم، باریک الله. از اینجا شروع میشه، نمیخواد برین جیم، ورزشکار شی، 6 تا بایسپ درست کنین. اگه خانواده هستن باید چیز فیلتر ذهنی بذاریم. الان خانم ژلی ویتا میگه چطور از تمرکز روی اتفاقات منفی خودمون رو دور کنیم. یک، خودتون رو اکسپوز نکنیم به اون اتفاقات، از اون اتفاقات خودتون رو دور نگه داریم. شما لازم نیستش که، شما رادیو خبر نیستین، لازم نیست بدونین تو دنیای اطرافتون، تو همه کشور دنیا کی کجا بمب منفجر شد، کجا چی شد. من نمیگم از انسانیت دست بردارین، ولی تا حالا که انقدر به انسانیت چسبیده بودین، به من بگین که چی کار کردین برای نوع بشر که الان یه ماه بخواین روزه سوشال میدیا و خبرای بد بگیرین نکنین. ها، یکیش اینه. این خانومه چیز که الان سوال کرد چجوری، خب عزیزم جانم این مثلث من برای کی گفتم؟ مادر نبودی؟ یه مثلثی هست به نام مثلث حال،
فکر کنم وقتی که لایو درست کنم اینا باید بکشم توی صفحش بذارم. مثلث هاف 3 تا ضلع داره. ضلع پایینش فیزیولوژی شماست که از همه مهمتره، چون فاندیشن یا پی همه حال و روز شما روی فیزیولوژیتون نشسته. خب بعد دومی تمرکزتونه و احساساتتونه، اینه که رو چی متمرکزین. و سومی اینه که کلام و معناست، اینه که چه استفاده ای از لغت ها میکنین، چه جوری استفاده میکنین. من توی لایو قبلی هم گفتم مثلا لغت هایی که استفاده میکنیم خیلی وقتا مثلا میگیم که میخوام بگم خوبم، میگم من افتضاح خوبم امروز. خب این چه کاریه؟ خب خوبم دیگه، عالی چشه. مدل حرف زدن خودمونم هست نیست. مواظب لغتاتون باشین. اگه مجبور باشیم با یه آدم سمی هم خونه باشیم چطور نذاریم رو مرتب تاثیر منفی بذاره؟ روزه بگیرید. روزه یه بچه من میگم قهر بزرگترین تجاوز روحیه به آدم های اطرافمون، جز یه مورد با آدم های سمی. با آدم های سمی صحبت نکنی، معاشرت نکنی. من ندانیم دادم سمی کیو، اگه همخونتونه که خب میگه آقا ما دوتا با هم صحبت نمی کنیم، تو با هم حرف نزن، من با تو حرف نمیذارم، خداحافظ شما. ولی اگه همسر و ایناست یه مطلب دیگه است که بحثش اینجا نیست، ولی رو اونا باید کار کرد. پس ما از کجا میفهمیم حالمون خوب نیست؟ سلام مهنوش جان. از کجا میفهمیم حال ما خوب نیست؟ اول از همه اینه که به فیزیولوژیمون نگاه کنیم. اگه یه لحظه میبینی که من حالا نگاه میکنم، اولین چیزی که به خودتون حضور پیدا میکنی به فیزیولوژیتون. یعنی بابا چقدر خمودم، چقدر بی انرژیم. دوم چیه؟ دوم نگاه میکنیم ببینید که تمرکزتون کجاست، رو چه حسی متمرکزید. رو اینی که دیدی مثلا فلانی با من این کارا کرد، دیدین فلانی به من اینو گفت، منظورش چی بود، دیدی رفته فلان چیزو خریده، حسودی، ترس، اجهاف، اینا همه احساسات منفی که ما دائم داریم زندگیشون میکنیم و نمیدونیم. بیا آدمی که میخوام، بچه من میخوام الان با یه نفر بانم. این عالی شد، مهمون ویژه داریم، صبر کنیم ببینیم. یکی اونه. سلام علیکم. سلام، حال شما؟ خوبم ماندانا جان، شما خوبی؟ مرسی، ممنون. بچه من با ماندانا جان که دوست خیلی نازنینمه توی بوک کلابی این مثلث رو کار کرده بودم با کل اکیپ. حالا خواستم که ماندارا جان بیاد و راجب این مثلث و اینی که چجوری ایمپلمنتش کرده برده توی زندگی به خصوص کاریش یه ذره به ما رو اول بگو ببینیم چطوری خانم. مرسی، ممنون، من خیلی خوبم. اتفاقا حالا این پیامی که میدی الان دست منو میبینی، دیروز بخیه خورده سر کار. من تو رستوران کار میکنم، بعد تو همون لحظه که این دستمو گرفته بودم و خون میومد، بعد بردم بالا که خون نیاد، بچه ها گفتن وای تو چه میخندی، گفتن من الان باید روحیه رو اول عوض کنم، چون تو این الان باید من روحیه رو عوض کنم یه چیزی چون اون لحظه من سلماز جون فهمیدم که من حضور نداشتم به خودم که دستمو بریدم، یعنی یه کاری رو اوتوماتیکی داشتم انجام میدادم، بریدن یه خیاری که شاید خیلی همیشه میکنی، ولی چون عجله داشتم و فکر مشتری بودم اصلا به خودم حواسم نبود و به هم در جا گفت ببین حواست به من نباشه این بلا رو سرت میارم. خلاصه در جا گفتم، اول دستو گرفتم بالا، حالا داره خون میاد، دستو گرفتم بالا و گفتم خب پوزیشنتو درست کن. اول خودم رو صاف کردم، بعد فکرم رو عوض کردم که کجا بودم، اصلا نمیدونم کجا بودم، یادم نبود کجا بودم، ولی آوردیش، ولی آره آوردمش در لحظه. گفتم نه به کارتون ادامه بدید، من حالم خوبه، این درست میشه دیگه. بالاخره خونش بند اومد بعد یه مدت، البته بالاخره بعد کار مجبور شدم برم بیمارستان، سه تا بخیه خورد، ولی دکترم تو بیمارستان اتفاقا گفت آفرین شما چه روحیه خوبی داری، این درد رو تحمل میکنی، بی‌حسی همه اینجا جیغ میزنن. گفتم من اول یه دقیقه اجازه بده من بیارم در اون مثلث بعد به شما میگم. آفرین. من تو کارم واقعا این داستانه خیلی به من، چون من یه رستوران مدیریت میکنم، همیشه از صبح همه دارن
بهت پیام میدن، این کارو کرد، اون این کارو کرد، یعنی هیچ چیزی پیام خوب نیست، همیشه یه ایرادی هست و همه با همدیگه جنگ و دعوا دارن و من باید برم اونجا سعی کنم که همه رو یه جوری آروم کنم که کار از پیش بره. و قبلش همیشه از زمانی که شما اینو من یادید، قبلش خودم رو قشنگ میگم خب من اول فیزیکم، چون ناخودآگاه وقتی شما اون پیام میگیری خمود میگی ای وای باز دوباره نگاه کنم، حالا دوباره، حالا من ولی یه دفعه سری میگم خب نه من میتونم، من بلدم، من یاد گرفتم تکنیکو. اول خودم رو چیز کنم، نفس عمیق میکشم، دو تا نفس عمیق، به به هوا رو نگاه کنم، همه چی بالاخره همه چی خوبه، نفس عمیق، این شدنیه. چون ببینید مسئله اینه که اتفاقا میفته چه ما کارش نمیشه کرد، پس بهتره که برخورد ما با اون اتفاق چیه دیگه، دیگه من چی کار میتونم بکنم در راستای اینه که بهتر بشه، بدتر نشه. چون منم برم خموده کنم خودمو، برم میگم آه بچه، اونا بزرگتر میشه. آفرین، چون تمرکز اونجاست. آفرین، تمرکز اونجاست، همه چی بزرگتر میشه. بعد قشنگ اول خودم رو درستم، بعد اینی که نفس عمیق میکشم و فکرم رو عوض میکنم که من الان میرم تو با یه صدای بلند واقعا این امتحان کردم، سلام همگی چطوری، همه یه دفعه سکوت میکنن، یعنی میمونن که این دیوونه کیه اینجوری وایسا نگو دیوونه. ببین الان تو مثلث، پس اول فیزیولوژیته که روش کار میکنی، پس نفس کشیدن یادم رو مثلا میگم این بهترین تکنیکه، الان یه تکنیک نفس هم میگم که همون با هم انجام بدیم. آره. بعد دومی تمرکزته که تو چی داری تمرکز میکنی، احساست چیه، بعد کلامته، آفرین بهت، سلام چطوری. بچه من نمیگم دائما مثل دیوونه ها را بیافتین تو شهر داد بکشین ها. ولی یه جاها هیچ چیزی اولا مهمتر از سنیتی خودتون نیست، مهمتر از بهداشت روان خودتون نیست واقعا. پس اگه در یه لحظه توی یه محیط فوق العاده منفی هستین، چه مهمه، به هر حال که مجرد منفی هست، چه مهمه که آدم ها فکر کنن که من سرماز دیوانم، وقتی من در لحظه میتونم روان خودم رو حفظ و حمایت بکنم، نذارم اون هم انرژی منفی بیاد رو. درسته؟ بله کاملا. آفرین به چقدر خوب داری انجام میدی، واقعا افتخار میکنم. خیلی کمک کردی، مرسی از شما که این تکنیک، مرسی از آقای تونی رابینز عزیزم. واقعا چیزی راجع به تکنیک نفس، من یه کورس جدید با تونی رابینز برداشتم که آنلاین رو اپلیکیشنه، بعد هفته پیش کل هفته، چون هر کدومش هر روزش رو باید توی یه هفته 3-4 بار گوش کنی که همراهی انجام بدی. درست. یه تکنیک داد راجع به نفس کشیدن که من اینو برای عوض شدن فیزیولوژی، حالا میخوام دوباره با همه چیزهای دیگر دوره کنیم، بیا انجام بدیم. بچه یه دقیقه آروم بشینیم، همون پشت صاف، خب بعد نفس و دم و 4 تا میریم، میشه 4 تا، بعد با دهن باز صدا بده، قشنگ مثل تو اشرم چیز مرشد میکردیم، حالا شما دست راستت کار میکنن بچه، از اینجا شروع میشه، از نفس ها رو که میخوای بکشی میری جا یکی کم شد دوباره بریم، حالا 5 تا با این برمیگریم، یعنی با صدا، اون مهمه صدا، هر چه صدا بیشتر باشه صدا بهتر میشه. الان من احساس کنم اینجا 2 تا کانال باز شد. خب من خودم اینجوری هم که تا میبینم دارم خموده میشم میگم خب نفس، اول با نفسه میخوام برم، اول پشتم صاف میکنم، اول پشتم صاف، هر حالتی هستم بچه انرژی منفی، ایموشن منفی، تمرکز رو انرژی منفی مساویه با خموده بودن، شک نکنید. الان ندارم از کجای لایف بودی، داشتم میگفتم آدم هایی که قوزای بد دارن که ربطی هم به قد نداره، من آدم قد بلندی هم. هیچ ممنونی دارم اون ربطی نداره به استیت ترپ داره، یا روی شکمشون چه کوچیک چه بزرگ یه خط بزرگ هست، نشون میده بدن از پشت همه وزنشون اینجوری میرزه پایین، نمیرزه پایین. کسایی هستن که بیشتر ساعتهای روزشون رو با فوکس با تمرکز روی چیزای منفی دارن میگذرن،
قشنگ مثل یه دونه فالگیر شما میتونید برین بلوز آدم ها رو بزنید بالا و بهشون بگید چند درصد کف دستشون نگاه کنین اونجا چند درصد روزشون رو دارن چیزای منفی میذارن. پس اول برای من خود من اول پشته بیدم عقب یه چیزی که در لحظه داره آزارم میده ها. خب بعد اصلا دیگه برام مهم نیست کجا، سریع میرم تو نفسا، چهار تا دم، چهار تا بازدم. خب بعد به اون لحظه نگاه میکنم نه من رو چی تمرکزم، به چی داشتم فکر میکردم، به قول شما تو لحظه نبودم، به چی داشتم فکر میکردم، از دست فلانی ناراحت بودم، به این فکر میکردم پام چرا جوش نمیخوره، برم کارم خودم بکنم، همه اینا. خب بعد معنایی که تو این تمرکز بود چیه، در حق من اچاب شده، عجب آدم فلانیه، چرا من حالم خوب نمیشه، کرونا پدرم رو در برده، همین چیزای منفی. بعد نگاه میکنم میدم حالا خارج از اون تمرکز 5 things to try که بعدم میگم، من در لحظه نگاه میکنم آقا برای هیچ کدوم از اینا همین لحظه میتونم کاری بکنم، اگه میتونم که میکنم. شما مثلا دیروز که این اتفاق برات افتاده چیکار کردی؟ اول از این گرفتی بالا نه. بعد همه اینا بچه کل این ماجرا زیر یه دقیقه است، واقعا 20 ثانیه هم نمیشه، استیت اینجوری هست. و اونجاست که دست چپمو میبرم بالا، میزنم پشتم، میگم باری کلا سلمان. و انگاری که یه پروسه است که از A تا Z رفتیم، قشن بستیمش، یه تمرم بهش زدیم، گفتیم برو که رفتی. این اون چیز. حالا یه مثال دیگه از سر کارت یا هر جای دیگه میگی؟ یه مثال از سر کارم که چقدر که دوست داری. من کلا در رابطه با متاسفانه همیشه با چیزای منفیه که دیگه تو ناخودآگاه مسائل پرسونال کارمندا که میان و با تو به عنوان رئیسشون، به عنوان حالا کسی که هست، یا اینکه کسی که دلشون میخواد همه آدما بار منفیشون رو بریزن رو تو، یعنی یه چیز طبیعیه که این خیلی مهمه که حالا من بتونم خودم رو با اون بار حمل نکنم. یعنی تحت تاثیر قرار میگیری، طرف میاد از بچهش میگه، از مشکلات بچهش میگه، خیلی مسائل دیگه. بعد من میگم خب من اول باز سعی میکنم پوزیشن خودم رو، ناخودآگاه دیگه، الان اول سعی میکنم یه نفس عمیق میکشم و خودم رو یه ذره صافتر میکنم و بعد میبینم خب من چه جوری میتونم به این کمک کنم که خب به خودم آسیب نزنم. بهش مثلا یه راهی اگه پذیرا باشه برای میدونین بخواد که نصیحت منو بخواد، اول میپرسم که دلت میخواد من راهکاری بدم یا دوست داری فقط من بشنوی. بعد اغلب میگن نه، اغلبشون دلشون نمیخواد نصیحت بشه ولی جالبه فقط دلشون میخواد حرف زده باشن، یه گوش شنوا میخوان. و بعد من میگم خب مثلا من حرفتو شنیدم این خیلی خوبه. بعضیشون هم که نه خب اگه دلشون بخواد میگم خب میتونم یه زمانی بذارم با هم صحبت کنیم اگه بیشتر دلت میخواد. و خلاصه سعی میکنم مهمترین چیز واسه من اینه که فکر من کجا میره، فکر من منو نبره توی یه جوری درموندگی خودم، انگار مسائل خودم هم میاد روش، بعد همه چی با هم دیگه یه دفعه میبینی ای وای اصلا چرا اینجوری شد. باز خلاصه بر من مهمترین چیز فقط هر اتفاق که میفته، یعنی در طول روز شاید هی خودم رو بارها چک میکنم آفرین حضور در لحظه، این حضور در لحظه واقعا و واقعا هر چقدر بهش ایمان داشته باشیم، بلد باشیم، تکنیک بدونیم، ولی انقدر این بار انرژی منفی قویه که تو رو میبره به ناکجا آباد فقط بتونی. ولی مهار کردنش خب کار سختی نیست، فقط استمرار میخواد، یعنی آفرین باید این کارو بکنی و بعد میشه ملکه ذهنت که دائم حضور داره، مثل نفس کشیدن میشه اصلا دائم میشه. و من یادم یه باری به آقای پرویز شهبازی گوش میکردم در گنج حضور و ایشون اون وقتا میگفتن که باید یاد بگیریم که خودمونو، درون خودمونو بزرگ کنیم. متوجه نمیشدم که داستان این درون خود بزرگ کردن چیه و بعد یواش یواش که به گوش دادم و بیشتر سعی کردم، یعنی که همینی که ما یه چیزی که برامون اتفاق میفته سعی کنیم روش به قول شما تمرکز کنیم، خب من میتونم کاری بکنم، نمیتونم، پس رهاش کنم، حالا میذارمش یه گوشه دیگه، به هر وقت شد بهش میرسم و بعد نمیام راجع به اون با بقیه صحبت کنم. یعنی اون بزرگ، در اون بزرگ کردن با بقیه صحبت نمیکنم راجع بهش که هی این انگار که هر باری که با یکی صحبت میکنم یه چیزی هم بهش اضافه میشه.
هی کلاق چل کلاق از همین جا هی هی گنده تر میشه، هی آره دقیقاً گنده تر میشه. ببینید چرا، دو تا علت داره الان گفتی همینجا بگم. یک، وقتی که ما با آدما میان با ما یه چیز رو میگن، مثلا درد دل میکنن، خب اتفاقی که میفته ما ناخودآگاه درد اونا رو درونی میکنیم، میگردیم دور و برمون یه چیزی که با اون درد همگونی داره میاریم و میگیم پس منم به اندازه تو بدبختم. این اولیه. وقتی هم که آدم ها میان با ما درد دل کنن، مثلا میپرسیم، فقط میخوای گوش کنی، اون لحظه است که باید بخوای بگی خب ماندانا جان، من گوشامو میبندم، مرزهای عاطفیمو میذارم، این آدم این یه قسمتی از مثلا کار منه، دوستی منه، یه وظیفه‌ای که من دارم انجام میدم، مثلا حالا بعد خودت بهتر از همه میدونی و من اینجا هیچ چه درونی نخواهم کرد، این یه قصه است، من دارم میشم دیگه هم بهش فکر نخواهم کرد، چون قصه تعریفش کنم. این واقعا واقعا خیلی مهمه. یه چیز دیگه هم شما در رابطه با تونی رابینز میگفتیم، من سالها پیش یه دوره‌ای رو با ایشون گذروندم در رابطه با سیگار کشیدن صحبت میکرد و نفس کشیدن و میگفتش که با کسی که سیگار میکشن این نیست که به این سیگار عادت دارن، به اون مدل نفس کشیدن عادت دارن. شما وقتی میخواد سیگار بکشی یه خودکار بزدم دهنت، برو تو هوای آزاد همون پوکای عمیقو بزن، بعد دو دقیقه میبینی ای چقدر من حالم خوبه، انگار که احتیاجی بهمون، انگار که احتیاجی. آره اینم هست. الان یه خانومی به نام خانم ماندانا داره میگه که توی بیمه صبر کن من بخونم برای تو، خودتو هیچ ناراحت نکن. میگه که من امروز نتونستم دو نفر در لیست بیمه رد کنم چون نرم افزار خراب شده بود، هر کار کردم درست نشد، الان خیلی عصبانیم. ببین عصبانیت ما رو کجاست؟ اولا که نرم افزار ذاتش اینه که ممکنه یه موقعی گلیش کنه خراب شه. این عصبانیت ما رو کجاست؟ ما انتظار ماست که جهان هستی، همه اتفاقات دنیا و دور ما باید مرتب بدون هیچ ایرادی، ما مرکز جهان هستی هستیم، من تو بیمه کار میکنم، من هیچ نمیخوام به شما توهینی کنم و فقط دارم میگم ببین کجا داره میاد و همه چیز باید درست پیش بره. اگه یه چیزی خراب شه من یه کار درست نتونم انجام بدم پس من الان عصبانی. ولی میتونی کاری براش بکنی؟ نمیتونی بکنی، تا فردا با وایستی. حالا شما دو تا راهکار داری، یکی از این مثلث ما امروز استفاده کنی، فیزیکتو عوض کنی. حالا اون قسمتی که ما گفتیم نفس و اینا، من بازم قبل از که شما بیای گفتم میتونیم از موزیک استفاده کنیم، از هزار تا چیز دیگه میتونیم استفاده کنیم، برای من موزیک خیلی جواب میده. یا اینکه میتونی تا فردا که برگردی سر کار همجا عصبانی بمونی، این دیگه انتخاب خودته، ببین میخوای چیکار کنی. میخوای فردا رسیدی سر کار اونا دو تا رو وارد کردی همه چی تموم شد بگی باریکلا ماندانا که من این کارو تونستی جلو خودتو بگیری و این چند ساعتو با کیفیت زندگی کنی، یا میخوای بگی ای بابا همه روزم هم خراب شد، دیروز تا حالا خراب شد، هر وقت بهش فکر کنی حالت خراب باشه. دقیقا دیگه این مهمه که ما چقدر دلمون میخواد که در خوشحال باشیم همیشه. آره سعی کنیم، حالا سعیم نه، بکنیم واقعا اون کارو انجام بدیم که خوشحال باشیم، مودمون بهتر باشه، یا اینی که نه میتونیم اون حالت خمیدگی و اونم داشته باشیم دیگه. واقعا این چویس آدمایی که دور و برمونن، که من اون 5 نفر آدمی که دور و برمه چه جوری انتخاب میکنم، که آیا اونا همیشه منفی ان، همیشه منو میارن پایین، یا اینکه نه، و بعد یاد گرفتن یعنی که بتونم اونا رو استاپ کنم. خلاصه یه پروسه‌ای که همه چی به هم ربط داره. حالا واقعا یکی گفت با همخونه منفی چیکار کنیم، گفتم ببین همخونه منفی اگر همسر باشه حسابش جداست، ولی من میگم آدم با قهر کردن، یکی از بزرگترین الان داشتم میگفتم ابیوز کردن های آدم های اطراف من، یه آدم منفی باشه قهر نکنی، اصلا کلا ایگنورش کنی، منکر وجودش بشین باشم حرف نزنی، چون آخه چه کاریه یه آدمی که خودش استقلاله چه کمکی میتونه به من بکنه. ولی من تو تجربه شخصیم سلماز جان یه ذره خیلی سخته، هر چقدر که بخوای که واقعا فکر کنی که وجود نداره، ولی باز تأثیرش تو زندگی تو هست. هر شب ازم اگر هم خونه باشه، من اگه با یه دختری هم خونه باشم مثلا، یا یه پسری که با هم هیچ رابطه عاطفی نداریم، خیلی راحت تر میتونم مرزهای عاطفی بذارم. ولی با همسر اصلا اون یه بحثی که خیلی مشکله که آدم بخواد هی واقعا کار سخت، ولی شدنیه بازم دیگه، فقط باید امیدوار، یعنی باید امیدوار بود و روش کار کرد، یعنی آهستگی و پیوستگی همیشه منشأ خودمون، منشأ تغییر باشیم. مثلا همون مثالی که من میذارم که اگه من میخوام پسر من کتاب بخونه،
فرهنگش تو لانگ ترم تا بزرگ بشه این باشه که بچه کتاب خونی باشه، هی نمیتونم بگم بچه بیا بشین کتاب بخون، بشین کتاب بخون، بعد بیاد هر وقت میاد سراغ مامانش ببینه مامانش به جای تلفن کامپیوتر یه کتاب دستشه. بعد یه روز دو روز سه روز چهار روز ده روز بیست روز دو ماه سه ماه دیگه اون وقت همسرم میگه چی داری میخونی؟ درسته، ما میتونیم منشأش بشیم. خانم من خیلی متشکرم، مرسی گرفتم آوردم دستتم درد نکنه، مرسی از مثالاتت. از ممنون، قربان تو، تا بعد، خدافظی. مادر جان میگه اگه الان حس میکنم نتونستم کارم رو، آره نکردی، خب الان میخوای چیکار کنی؟ صبر آمد، ببخشید. خب الان میخوای چیکار کنی؟ نشده. ما قرار نیست همه کارهای زندگیمون رو درست و به موقع بتونیم انجام بدیم. بالاخره میگم بچه‌ها جایز الخطا هست، خطاهای اتفاق میفته. دفعه دیگه ببین ببین من همیشه به کلاینت ها میگم اکشن پلان برای هر چیزی که الان اعصابتون رو خورد کردین نتونستین انجام بدین، اکشن پلان داشته باشین. یعنی چی؟ یعنی ببینین که چجوری من میتونم برای دفعه دیگه این یه کاری کنم که جلوی یه همچین اتفاقی رو بگیرم یا صدماتش رو کم کنم. با کسی که ازش انرژی منفی میگیری ولی به دلیل اینکه جزء افرادی که به خاطر مسئله خانوادگی نمیشه کنار گذاشت، باید چیکار کرد؟ تا جای ممکن باید با هر کی من میگم بیاین خودتون سورس چیز باشین، سورس تغییر باشین. و دوم اینکه تا جای ممکن باید مرزهای عاطفیتون رو قوی و قوی تر کنین. خواهش میکنم بچه دوست داشتین. من با ماندانا قبلا هماهنگ کرده بودم که بیاد مثالشو بزنه، البته خب وقتی هماهنگ کردم انگشتش بین بلا سرش نیورده بود ولی حالا انگشتم مزید بر علت شد، ولی خوب بود برای اینکه دلم خواست یک مثال باشه که ما بدونیم که میخواستم بدونیم، چون من برای این گروه توی ورکشاپی قبلا این مثلث توضیح داده بودم، الان همه بچه های این گروه در اقصی نقاط دنیا مشغول تمرینن. منتها ماندانا جان ساعتش به ما میخورد، از ایشون استفاده کردم که بیاد و توضیح بده. خوشحالم که دوست داشتیم بچه ها، خیلی ممنون که هستین، واقعا متشکرم، یه حس خوبیه. من خیلی دارم سعی میکنم یک فرهنگی رو یه ذره متفاوت با وجود تمام این مقاومت هایی که در جامعه ما وجود داره وارد کنم و روش کار کنم و از استقبال شما خیلی متشکرم، از این همه مسیج های خیلی قشنگی برام دایرکت میکنین عمیقا سپاسگزارم، از اینی که اینا رو فوروارد میکنین شیر میکنین با دوستاتون که به دردشون ممکنه بخوره سپاسگزارم، خیلی ممنونم، این واقعا خستگی منو به در میکنه. بحثمون این شد که ما هر بار که توی حال بدی هستیم، هر بار که انرژیامون منفیه، هر بار که احساس میکنیم حس خوبی نداریم، اول از همه باید نگاه کنیم ببینیم فیزیولوژیمون چطوره، یعنی فیزیک بدن چطوره. فیزیک بدن خموده رو باید اول برگردون. با چه کارهایی میشه برگردون؟ اول با حضور به بودنمونه، با نفس کشیدن 4 تا دم 4 تا بازدم. بعد موزیک میخواییم بذارید همیشه از خودتون پلیلیست داشته باشین. فکر نکنین که مردم چی میگن، هیچ مهم نیست که آدم های دور و بر شما راجع به شما چی میگن، مهم اینه که شما حستون چی باشه. از لانگ از اینکه تا جایی که بقیه آسیب نمیرسون بهشون نمیرسونین، کار به کارشون ندارین، فقط یه موزیکی داریم زین که شاید فکر کنن شما خودش دیوونه این، دیگه اصلا مهم نیست بقیه‌اش چی میشه. خب بعد چی شد؟ بعد توی این مثلثه میریم به دومی که تمرکزتونه که احساساتتون کجاست، و سوم کلامتونه، چه معنایی دارین به اون لحظتون میدین. من در یک شرکتی که کار میکردم سالهای پیش، در یک شرکت تبلیغاتی، صبح به صبح که وارد شرکت میشدم اولین کاری که میکردم لپتاپم هم سلام چطور اینا که میکردم، بعد لپتاپم باز میکردم و یه موزیک غری اساسی میذاشتن، میرفتم تو آتلیه، چون تو آتلیه علامه طراح بودن که شب تا صبح رو تخت روی زمین و روی میز و کنار رو صندلی خوابیده بودن دیگه، اونا شبا خیلی زیاد کار کردن، کریتیو بودن. بعد وارد میشدن و جمله این بود هلو اوریبادی، همه میگفتن وای این سلمازه دوباره اومد، بعد موزیک میذاشتم گوپس گوپس گوپس، بچا پاشید صبح شده، اگه بدونین چقدر امروز قشنگه، هوا ابری بود، اگه بدونین چه ابرای گله گله تو هواست، اگه بدونین چه ابرا سیاهی، بدونین چه آفتابیه. ببین از من در اون روزها یه خاطره مونده، سلمازی که هر روز میمد یه هلو اوریبادی میگفت مثلا. ها ما هم
بودنمون در لحظه و اینی که چه تأثیری میخوایم رو محیط اطرافمون بذاریم به عهده خودمونه، نه به عهده هیچ کس دیگه ای. مهم نیست که تو اطرافیان ما فکر کنی آدم منفی تو اون ابتدیه نبود، فت فرا بود. فکر میکنی من مهم این بود که محیطی که خودم با سایر همکارام دارم کار میکنم و پر از انرژی کنم، دیگه اونم یه تیکشه. از اینی که همراهین خیلی متشکرم. خواهش میکنم تا میتونین این تکنیک مثلث رو کار کنین روش، سعی کنین تمرین کنین، سر کنین کیفیت زندگیتون رو در لحظه حتی شده یه ساعت عوض بکنین. ما یک بار به این دنیا میایم، یک بار زندگی میکنیم و از چیز، از لذت‌های کوچیک نباید خودمون رو محروم کنیم. اگه دلتون میخواد یه لیوان سرامیکی رنگی بگیرین دستتون توش آب جوش رو بخورید، بخورید. اگر فکر نکنین ملت چی میگن، این چی میگه، حالا کی حال داره، یه گل کوچیک حالتون رو خوب میکنه، یه موزیک قشنگ، فقط به فکر این باشین که در لحظه چجوری میتونین حال خودتون رو بهتر کنین، به سلامت روحی و جسمی خودتون کمک کنین و شکرگزار هر آنچه که باشید که دارید. تمرکزتون رو از نداشته ها رو داشته ها بیارین. دلتون شاد و تنتون سلامت. مرسی بچه ها.